آفرین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، تو مادر منی، تو مادر منی. زیبا ترین من. درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جا که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذاره که با شما هموطنان صحبت داشته باشم. از آقای مهندس فرهاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که منو راهنمایی و کمک میکنن برای بهبود این برنامه. امروز روزی است که برنامه من به صورت ویژه انجام میشه. من معمولا برنامه هامو روزای پنجشنبه دارم. کسانی که برنامه منو دنبال میکنن میدونن که پنجشنبه ها هست، ولی امروز موقعیتی پیش اومد که در حضور دو تا از هموطنان عزیزمون که ساکن کانادا و ساکن آنتاریو هستن برنامه ویژه رو داشته باشیم. بنابراین من بدون اینکه فرصتی رو از دست بدم وارد سالن میشم و به مهمانان عزیزمون خوش آمد میگم. از دکتر مریدی که چهره ایشون، نام ایشون برای همه ایرانی ها در کانادا و دیگر اقصا نقاط دنیا از جمله کشور ما ایران آشناست و من هستم که دکتر مریدی خوش آمد بگم و با ایشون شروع بکنم و بعد میام به خدمت مهمان دیگرمون. دکتر مریدی خوش آمدین و خوشحالم که بار دیگه در این برنامه خدمتتون هستم. خیلی متشکرم جناب افشینجی از اینکه از من دعوت به عمل آوردید که در جوار شما و همینطور همراه با دوست نازنینم جناب روزمه فرهادی که کاندیدای حزب لیبرال از حوزه ریچموند هیل در شهر بزرگ شهر تورنتو و در استان اونتاریو کانادا هستم برای انتخابات پیشرو در خدمت شما و همینطور در خدمت هموطنان عزیز باشم امروز. بله و بعد خب نوبت جناب فرهادی است. جناب فرهادی من اولی بار است که خدمتتون میرسم. خوشحالم که در این برنامه شرکت کردین و وقت گذاشتین در این روزهای بسیار فراموش نشدنی برای کاری که دارین انجام میدین. خوش آمد میگم خدمتتون و سلام دارم خدمتتون. با سلام، درود بر شما، درود بر بینندگانتون. خیلی ممنونم، سپاسگزارم که امروز من رو دارین با شما و از دکتر مریدی هم تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که ایشون رو هم میبینم هم حمایتشون رو دارم. بله، فرصت من از آقای دکتر مریدی هست. دکتر مریدی چطور شما در این برنامه‌ای که انتخابات در پیش رو هست، فکر میکنم که دوم ماه جون باشه اگر اشتباه نکنم، چون من خودم ادوانس رفتم رای دادم بنابراین دوم جونش رو فراموش نمیکنم، خواستم بگم که شما چطور شد که آمدین و پشتیبانی کردین و کمپین کردین برای آقای فرهادی؟ میخوام از خود شما بشنوم. خیلی متشکرم جناب افشینجان برای سوال بسیار به جایی که فرمودید. اصلاً که انتخابات در واقع هم تو که اشاره فرمودید دوم جون در واقع آخرین روز انتخاباته، آخرین روز رای دادنه. من هم مثل شما رایمو دادم و هموطنان عزیز ایرانی در هر جایی میتونن به حوزه هایی که اعلام شده میتونن مراجعه بکنن و رای خودشون رو بدن، نیازی نیست که منتظر آخرین روز باشن. ولی در اصطلاح جناب فرهادی، جناب روزبه فرهادی رو من شاید بیش از 20 سال است که میشناسم. اولین بار یادمه که رفته بودم به شعبه
رویال بانک در ریچموند هیل کار بانکی داشتم، بعد میخواستم رئیس شعبه رو ببینم، با یکی از کارمندان صحبت کردم، گفتم میشه من رئیس شعبه رو ببینم؟ گفتم بله حتما شما بیاید مثل فرهادی رو ببینید، دیدم اسم ایرانی هست. بعد که رفتم من هدایت کردم به اتاق ایشون، دیدم بله اون موقع خب خیلی جوانتر بودن ایشون، الان هم ماشاءالله جوانم ولی اون موقع جوانتر بودن، و از اونجا آشنایی ما شروع شد. و من حقیقتش اون موقع تعجب کردم که یک جوان ایرانی، خب در سن سال خیلی پایین‌تر نسبت به الان، صحبت سالیان پیش از این داستان، تونسته اونقدر شایستگی و لیاقت و کاردانی از خودش نشون بده که بتونه ریاست شعبه بزرگترین، یکی از شعبه های بزرگترین بانک کانادا که رویال بانک هست، یا به زبان فارسی میتونیم بگیم که بانک سلطنتی کانادا، این بانک رو به اصطلاح اقتدار باشه، این مسئولیت رو. بعد از اونم خب دوستی ما ادامه پیدا کرد تا اینکه در حدود 7-8 سال هست که آقای فرهادی به عنوان چیف فاینانشل آفیسر که میشه به صورت قانونی مسئول مالی حوزه ریچموند هیل حزب لیبرال از نزدیک کار میکرد، و در این چند سال اخیر هم ایشون به عنوان رئیس حوزه ریچموند هیل حزب لیبرال اونتاریو باز در کنار من بودن. بنابراین الان سالیان سال هست که ایشون اولا که عضو حزب لیبرال هستن، یعنی کسی نیستن که همین دیروز بخوان عضو حزب لیبرال بشن، چون این اتفاق هم میفته و افتاده، ولی خب سالیان سال هست که در حزب لیبرال فعال بودن، و همینطور سالیان سال هست که در حوزه ریچموند هیل به عنوان مسئول مالی شعبه حزب لیبرال در ریچموند هیل و همینطور رئیس حوزه ریچموند هیل حزب لیبرال فعالیت کردن. در انتخابات گذشته خب همیشه در کنار من بودن. وقتی من تصمیم گرفتم که در انتخابات فعلی داخل گود سیاسی نشم برای انتخابات، و به قول خودمون میگیم بازنشسته بشم از کار سیاسی به جهتی، به عنوانی، به هر حال من خواهش کردم که اگر ایشون آمادگیشو دارن قدم جلو بگذارن، چون واقعا شایستگیشو داشتن دارن، و ایشون هم خب خوشبختانه پذیرفتن با اینکه سمت مدیریتی بالایی در بانک، حالا منتقل شدن به یک بانک مهم دیگری در کانادا، بانک اسکوشیا بانک، اونجا خب ایشون سمت بزرگی دارن در بسته در بخش، میتونم عرض کنم که خودشون بیشتر توصیه میدن، یکی از مدیران اون بانک هستن، ولی خب آمادگیش داشتن که اون شغل رو به اصطلاح کنار بذارن و برای خدمت به مردم، خدمت به حوزه ریچموند هیل و همینطور اهالی اونتاریو و ایرانیان قدم جلو بگذارن که این کار رو، این مسئولیت رو پذیرفتن. من واگذار میکنم به خود ایشون. بله، خیلی ممنون از معرفی که کردین و موقع آشناییتون. من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم دکتر مریدی، شما حدود 12 سال در نماینده مجلس در آنتاریو بودین، اگر اشتباه نکنم، درست میگم یا بیشتر؟ 11 سال من 3 دوره 11 سال افتخار خدمتگزاری داشتم. بله بله، سمت‌های بسیار مهمی داشتین، از جمله وزیر بودین در مجلس، و سمت‌های بسیار عالی در که باعث افتخار همه ایرانی ها هست. هر جا که اسم شما میاد همیشه به نیکی یاد میشه و از زحمات شما همیشه تشکر میکنن. من اینو بر جلوی شما نمیگم، بلکه این واقعیتی است که در جامعه راجبش صحبت میشه. بیریم به آقای فرهادی. جناب فرهادی، من دوست دارم که، چون من شما رو نمی‌شناسم، اولین بارم هست خدمتتون رسیدم، دوست دارم شما بگین که آقای روزبه فرهادی برای بینندگان کی هست؟ در حقیقت خودتون رو معرفی بکنین به اون صورتی که فکر میکنین که مردم شما رو بشناسن. سپاسگزارم، مرسی که این سوال از من کردین و این امکانو به من دادین که با بیننده های شما بیشتر آشنا بشم و راجع به این برنامه‌مون صحبت بکنم. من در سن 13 سالگی از ایران به همراه خانواده، پدر، مادر، برادر و خواهرم به تورنتو مهاجرت کردیم، و خب بچه کنجکاوی هم بودم، همیشه مشغول فعالیت‌های مختلف بودم،
سال 1999 یه خانم ایرانی توی ویلودل فران میکرد، خانم فهیمه مرتضوی، با من یه جوان کنجکاو رفتم توی آفیسشون چه کاری انجام بدم و از اون موقع به قولی بودن توی فضای سیاسی کانادا رو شروع کردم و همینجوری ادامه دادم. همونجوری که دکتر موریدی گفتن، این شانس رو داشتم که با ایشون آشنا بشم. من خب به خاطر فعالیت‌های مختلفی هم که داشتم، تقریبا آخرای سال دوم دانشگاه بود موقعی که اینجا توی یورک یونیورسیتی اندرگرادم و توی بیزنس میخوندم، تونستم وارد بازار کار بشم و توی اون زمان از RBC رویال بانک شروع به کار کردم. ولی خب در این حال فعالیت‌های مختلفم، از جمله فعالیت‌هایی که توی انتریو لیبرال پارتی بود، شروع کردم و ادامه دادم و بعدم این شانس داشتم که با دکتر موریدی آشنا بشم و با عنوان CFOشون چندین سال خدمت بکنم. و خب این امکان رو به هم داد که با مسائل کامیونیتیمون توی ریچموند هیل و کلا تو انتریو بیشتر و بیشتر آشنا بشم. و همیشه لازم میدونستم که ایرانیان و جوانان کلا قدم جلو بذارن و باعث تغییراتی بشن که براشون مهمه. من خب کارم رو ادامه دادم، بعدن درس هم همینجور که گفتم ادامه دادم، MBA از کوینز یونیورسیتی گرفتم. و این دوره پس از اینکه دکتر موریدی اعلام کردن که قرار ران نکنن و به من اجازه رو دادن که قدم جلو بذارن، برام خیلی مهمه که جوونامون امکاناتی رو که من داشتم موقعی که وارد کانادا شدم، چیزایی مثل OSAP امکان اینو داد که وارد دانشگاه بشم، تحصیلاتم رو ادامه بدم. و به نظرم تو این چهار سال متاسفانه خیلی از این مسائل، خیلی از این ضربه هایی که داگ فورد زده مخصوصا به تحصیلات، باعث شده که اون برابری یا بهتر شدن تحصیلات نه تنها نباشه بلکه کمتر هم شده. و خب امیدوارم صدایی باشم برای جامعهمون تو کوینز پارک بعد از دوم جون. بله، دیدم پشت سرتون یه گیتار هست، شما موزیک میزنین، گیتار میزنین یا؟ راست بخواهم گیتاره ماره برادرمه، ولی جالبی قضیه اینه که توی مدت کووید از عموم تو ایران تنبک زدن رو یاد گرفتم و الان ایست نزدیک یک سال خوده از روی زوم تنبک زدن رو دارم تمرین میکنم. جالی. جناب فرهادی، بفهمین که شما 13 سالگی فرمودین که مهاجرت کردین، یعنی خانواده مهاجرت کردن همراه با شما. چی باعث شد که شما و خانواده مهاجرت بکنین و بیان به کانادا و بیان به آنتاریو؟ خب به قولید موقعی که خیلی از خانواده ها میبینن و میخوان برای جووناشون، برای بچه هاشون امکانات بهتری باشه، خب نگاه میکنن. اون زمان مادر پدرم لطف کردن، واقعا برای من، خواهر و برادرم میخواستن امکانات بهتری باشه و تصمیم گرفتن که بیان کانادا. یک سال قبلش عمه من مهاجرت کرده بود کانادا، البته از طرف هند، و خب امکانی بود که بیان اینجا. یه مقدار فشارهای مختلف خب روی خانواده بود، همونجوری که میدونیم روی خیلی از خانواده تو ایران هست، یه مقدارم بیشتر شده بود به خاطر بقولی اقلیت مذهبی بودن. ولی در هر صورت تو سن پایین اومدیم اینجا و برای من خیلی مهم بود، برای برادر خواهرم خیلی مهم بود، با اینکه انقدر پدر مادرم خب کمکمون کردن، تلاش کرده بودن که امکاناتی رو برام به وجود بیارن تا حد بهتر بتونیم ازشون استفاده کنیم و جوابگوی زحمتاشون باشیم. بله، و بعد بفهمین که شما از این مدت که اومدین به ایران سفر کردین یا اینکه نه؟ من دو بار رفتم ایران، حالا یک 2001 و 2007. مادر بزرگ پدر بزرگم اون زمان زنده بودن و برای دیدن اونا رفتم. متاسفانه بعد از اون از پس رفتن و دیگه بعد از 2007 ایران بر نگشتم. و شما از زمانی که خودتون کاندید کردین آیا از طرف جمهوری اسلامی با شما تماسی گرفته شده یا خیر؟ خیر. نه. بسیار خوب. علاقه‌ای هم ندارم که تماسی داشته باشم. نه مطمئن هستم، ولی من به عنوان یک
کنشگر اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری. این برای نه فقط برای خودم، بلکه این پرسش و پاسخی که هست برای بینندگان هست که شما رو بیشتر واقعا بشناسن، وگرنه من این سوال رو مطمئن بودم که جوابتون به چه صورت هست. پرسش بعدی من اینه که شما چرا وارد حزب لیبرال شدید و چند تا حزب دیگه هم الان ما داریم؟ حزبای خیلی خوبی هستن، قوی هستن. سوال خیلی به جاییه. اتفاقا همونجوری گفتم، حالا به معنی جوون کنجکاو و به خاطر اینکه یک ایرانی اون زمان ران میکرد، خب اول شروع اومدم جلو، ولی یه مدت طولانی هم وقت گذاشتم و نگاه کردم، به دیدگاه های مختلف رو نگاه کردم. ما خب از سن پایین چیزایی که از مادر پدرم یاد گرفتم اینه که هر چیزی حد مناسبش یا حد میانش خوبه، زیاده روی از هر طرفی درست نیست. من به نظر خودم آنتاریو لیبرال، مخصوصا آنتاریو لیبرالی که وسط رو میگیره، یا جان کرچیان و یکی از صحبتاشونه که خیلی همیشه به یادم میاد اینه که گفتن آنتاریو لیبرال جایش جایی مناسبن که موقعی کنسرویتیو میگن شما خیلی چپین، NDP میگه شما خیلی راستین، بهترین جاست. من ولیوها، چیزایی که برای خودم مهمه، برای خانواده‌ام مهمه، و به نظر من نوع کاری که آنتاریو لیبرال میخواد انجام بده، مخصوصا زیر لیدرشپ استیون دل دوکا، لیدر الان آنتاریو لیبرال پارتی، برای من خیلی درسته و با چیزایی که برای من مهمه، مخصوصا تحصیلات، نگهداری از مادر پدرامون، نگهداری از محیط زیست، این چیزا برام مهمه و به خاطر همین که قدم جلو گذاشتم به عنوان یک کاندیدت آنتاریو لیبرال پارتی. آقای فرهادی، شما بفهمید که آمار ریچموند هیل چی هست؟ تعداد کسانی که در اون منطقه زندگی میکنند و احیانا تعداد ایرانی هایی که در این منطقه هستند. حوزه ریچموند هیل از 2007 تقریبا تقسیم شد و الان دو تا به قولی ناحیه داره، دو تا حوزه داره، یکی به اسم ریچموند هیل که من اون منطقه دارم ران میکنم، و از طرف شمال الگین میلز، از طرف جنوب هایوی 407، از طرف شرق هایوی 404 و از طرف غرب باثر استریت هست. رایدینگ شمالی هم داریم که آرورا اوکریجز ریچموند هیل، یه مقدار از شهر ریچموند هیل تو اون رایدینگ قرار میگیره، تو اون حوزه قرار میگیره. کلن که نگاه میکنین حوزه ریچموند هیل حدود 115,000 افرادی رو داره که میتونن رای بدن. خب حدود 30% این گروه چاینیز هستن، حالا یه مقدارشون از هانگ کانگ و کانتونی سپیکینگ، یه مقدارشون هم از مینلند چاینا، ماندرین سپیکینگ. بین 10-12% ایرانی هست و به غیر از اون افرادی از ایتالیایی، هندی و جامعه های مختلف توی ریچموند هیل هستن. و خب یکی از حوزه‌هایی هستش که ما اطمینان داریم توی این انتخابات میتونه برگرده به لیبرال ها به خاطر ساپورت هایی که داریم و میبینیم. در فرمودین 10-12% جامعه ایرانی هست، بقیه در کدوم اقلیت مذهبی اقلیت هستن و به کدوم حزب شما رقابت الان میکنین و شانس شما در مقابل این 90% که کم بود هست؟ من این سوالم از آقای دکتر موردی هم بعدا خواهم کرد. به نظر شما اون 90% کدوم ها هستن و موفقیت شما طبیعیه فقط اون 10-12% نیست، بلکه اون 90% هم هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بله، همونجوری گفتم، خب کامیونیتی هایی که توی ریچموند هیل، تو حوزه ریچموند هیل زندگی میکنن هم چینی هستن، ایرانی، ایتالیایی، هندی، روسی. واقعا یک شهری هستش که از جاهای مختلف افراد اومدن. ولی خب میدونین موقعی که نگاه میکنیم که چجوری قراره رأی بدن، بعد نگاه کنیم ببینیم به افراد چه چیزایی براشون مهمه. خب خوشبختانه توی ریچموند هیل یه جایی هستش که خانواده ها نگاه میکنن به اینکه جایی بیان و که بتونن خانواده شون رو رشد بدن، دسترسی داشته باشن به مدارس خوب،
فضای سبز خوب، بیمارستان های خوب و برنامه‌ای که واقعا آنتاریو لیبرال ها جلو گذاشتن برای این انتخابات، یکی از برنامه‌هایی که همه اینا رو به نظر من خیلی خوب میگنجونه، یه برنامه‌ایه که هم میشه خیلی خوب اجراش کرد، همین که با بودجه درست و مناسب میتونه اجراش کرد که بیشتر و بیشتر استان آنتاریو توی دت نره، توی قرض نره. و به خاطر همین موقعی که نگاه میکنیم به این انتخابات و شانس بردن بسیار شانس زیادیه و امیدوارم بعد از دوم جون با حمایت اکثریت افرادی که توی ناحیه ریچموند هیل زندگی میکنن بتونم صدایی باشم برای ریچموند هیل در کوینز پارک. دکتر مریدی، توصیه شما به جناب فرهادی برای گرفتن حداکثر آمار آرا چی هست با تجربه فوق‌العاده خوبی که شما دارین؟ چی پیشنهاد میکنین؟ جناب افشین، عرض کنم که خب طبیعتاً باید این 100 و خورده هزار نفری که 115 هزار نفر گفتن آقای فرهادی ساکنان حوزه ریچموند هیل، این حوزه همونطور که اشاره کردم مردمانش از ملیت‌ها و اقوام گوناگون هستند. من آماری رو خوندم سالها پیش که نشون میداد که بیش از شاید 100 ملیت در همین شهر ریچموند زندگی میکنن. خب درصداشون طبیعتاً متفاوته، ولی همونطور که اشاره کردم بزرگترین جامعه اینجا جامعه چینی ها هست که شاید حدود 33-34% 35% مردمان ساکن این حوزه رو چینی ها تشکیل میدن. بعدش خب انگلیسی رسلا هستن که اینا ساکنین قدیمی تر حوزه ریچموند هیل هستن. در واقع موقعی که ریچموند هیل یک دهی بود، خب همون ساکنین یا مهاجرین اولیه که اومدن اینجا ساکنن و اینا نسل سوم، چهارم، پنجم سال مهاجرین قدیمی هستن. بعد ایتالیایی ها هستن که در حدود 90 سال یا 80 سال 70 سال اخیر اومدن، اونام درصدشون خیلی بالاست. ایرانی ها خب جدیدن، تقریبا تو این 40 سال اخیر ایرانی ها اومدن اینجا و ملیت های دیگری هم هستن و همه خب کانادایی هستن، همه هم رای میدن و باید در واقع دید که خب مردم به چه چیزهایی علاقمندن، چه چیزهایی رو از دولت فعلی خواستن به دولت فعلی نتونسته برآورد بکنه و حزب لیبرال قرار که به اصطلاح اگر به قدرت برسه اون خواسته ها رو برآورد کنه. این فکر میکنم نکته خیلی مهمی هست که از دید خیلی مثبت باید به انتخابات نگاه کرد و رای دهنده ها رو در واقع تشویق کرد که به حزب لیبرال، به کاندیدای حزب لیبرال در این مورد به آقای فرهادی رای بدن، چرا که منافعشون در این هست که اگر حزب لیبرال در استان اونتاریو قدرت رو به دست بگیره از جنبه های گوناگون زندگی به نفع اونها خواهد بود که به حزب لیبرال رای بدن. و اما در مورد جامعه ایرانی من عرض کنم خدمتتون جناب افشین جان، برای اینکه خیلی مهمه، چون همین الان خب آقای فرهادی از جامعه ایرانی هستن، بنده خب ایرانی بودم 11 سال در این حوزه، 3 دوره انتخاب شدم و قطعا بدون رأی جامعه چینی من نمیتونستم انتخاب بشم، یا به عبارت دیگر تنها تأکید بر رأی جامعه ایرانی باز نمیتونستم انتخاب بشم، چون جامعه ایرانی بیش از الان حدود 10-12% در سال 2007 که اولین بار من داخل گود سیاسی شدم ایرانیان ریچموند هیل بیش از 4% نبودن. بعدا خب تعداد جمعیت ما اینجا رفته رفته زیاد شد و الان رسیده به 10-12% یا شاید یه قدر بیشتر. بنابراین تنها با تأکید بر جامعه ایرانی قطعا هیچ کسی یا هیچ ایرانی نمیتونه اینجا انتخاب بشه، نه تنها اینجا بلکه در حوزه های دیگر هم که ایرانیان جمعیت قابل ذکری رو، قابل توجهی رو تشکیل میدن، مثل حوزه مثلا تورنهیر یا حوزه ویلودل که ایرانی ها اونجا هم حدود 10-12% جمعیت هستن، کاندیداهای ایرانی صرفا با تأکید بر رأی ایرانی ها نمیتونن انتخاب بشن. ولی در این حال باید یه نکته هم هست که خیلی حائز اهمیته و اون این هست که رأی جامعه ایرانی یک بلوک بسیار مهمی هست، به این معنا که خب همون 10-12% جمعیتی که ما در نظر میگیریم اگر همهشون بیان رأی بدن، همهشون بیان در انتخابات شرکت بکنن، رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود. و باز به یک آماری مراجعه میکنم و اون این است که معمولا در کانادا با اینکه
دموکراسی هست و آزادی هست و انتخابات هست و اینها، ولی خیلی از مردم در انتخابات متاسفانه شرکت نمی کنن. حدود 50-60% مردم بیشتر در انتخابات شرکت نمی کنن، بقیه علاقه نشون نمیدن یا به هر علتی شرکت نمی کنن. به این جای بسیار تاسفه، برای اینکه در خیلی از کشورها مثل ایران عزیز ما مردم در خیابانها جونشون رو از دست میدن به خاطر اینکه میخوان رأیشون خونده بشه، میخوان در مدیریت مملکتشون سهیم باشن، میخوان در انتخابات شرکت بکنن. ولی در کشور دموکراتیک مثل کانادا یا بقیه یا امریکا هم همینطوره، مردم نمیرن در انتخابات. حالا همه البته همه درس نمیکنن، ولی یه درصد خیلی بزرگی از مردم نمیرن در انتخابات شرکت کنن. حالا با گفتن این نکته میخوام به اینجا برسم که اگر ایرانیان همون 12% همشون بیان رأی بدن، عملا رأی اونها دوبل حساب میشه، چون همه مردم که نمیان عرض کردم رأی بده بوده 50-60% مردم رأی میدن. بنابراین اگر همه ایرانی ها رأی بدن، اون 12% عملا 24% به حساب میاد از نقطه نظر رأی. این است که من واقعا از همه هموطنان عزیز ایرانی که در حوزه ریچمونتیل هستن درخواست میکنم که حتما برن شرکت بکنن در انتخابات، چرا که همونطور که عرض کردم یک رأی اونها عملا در از جنبه آماری معادل خواهد بود با دو تا رأی و میتونه خیلی مؤثر باشه در انتخاب آقای فرهادی برای انتخاباتی که در پیش رو هست. بنابراین از این نقطه نظر خیلی مهمه. و یک نکته دیگری هم که هست برای ما ایرانیان جناب افشین جان، این است که همونطور که عرض کردم ما ایرانی ها هموطنانمون، فامیلامون، برادران و خواهران ما، هموطن ما در ایران در خیابون ها میمیرن. چرا؟ میخوان رأی داشته باشن، میخوان در مدیریت مملکتشون حرفی داشته باشن، سهمی داشته باشن، ولی بهشون این اجازه داده نمیشه. مملکت ما، زادگاه ما کشوری دیکتاتوری زده و دیکتاتوری، ولی الان که اومدیم در کانادا و در کشور آزاد و دموکراتیک اینجا هستیم و خودمون میتونیم در مدیریت این کشور سهمی داشته باشیم، خب این حق ماست. از این حق چرا باید استفاده بکنیم؟ هم حق ماست و از یک طرف هم وظیفه ماست، برای اینکه در کشورهای دموکراتیک مدیریت کشور وظیفه همه مردم اون کشوره. مثل یه خانه بزرگ میمونه، من گاهن تشبیه میکنم به خانه خودمون. هر کسی تو خانه خودش، خب یک کسی ظرف میشوره، یک کسی غذا میپزه، یک کسی جارو میکنه، یک کسی خرید میکنه، هر کسی یکی از کارهای خونه رو انجام میده و امورات منزل، امورات خونه میگذره. خب وقتی میرسیم به کشور یا در این مورد استان اونتاریو که خودش یک استان به اصطلاح خود مختاری هست در سیستم فدرالی که ما در کانادا داریم، خب اینجا مدیریت این استان یا مدیریت کشور کانادا، حالا همه که نمیتونن به این شکل دخالتی بکنن در مدیریت عملی نیست، ولی خب حداقل میتونیم نمایندگان مطلوب خودمون رو انتخاب بکنیم که ما به اونها وکالت بدیم که از طرف ما برن این خانه بزرگ که کشور کانادا هست، استان اونتاریو هست، از طرف ما اداره بکنم. بنابراین به جهت این وظیفه ماست و خب از اون طرف هم حق ما هست که از این حق هم استفاده بکنیم. بنابراین من حقیقتا از همه بینندگان عزیز برنامه شما، همه هموطنان عزیزم هم در هر جای استان اونتاریو هستن، در انتخابات کانادا در هر جای کشور کانادا هستن، حتما برن رأی بدن، حتما به هر حزبی که دوست دارن، به هر کاندیدایی که دوست دارن، ولی حتما در انتخابات شرکت بکنن، رأیشون رو بدن و هم به وظیفه شهروندیشون عمل بکنن و هم طبیعتا از این حق خودشون استفاده بکنن و در مورد انتخابات در پیش رو هم در حوزه ریچمونتیل حتما به کاندیدای حزب لیبرال رای بدن که ما از دو جهت برنده میشیم، هم حزب لیبرال برنده میشه و هم یک ایرانی نازنین به عنوان نماینده میرن به پارلمان اونتاریو. بله کاملا درسته. من دکتر موردی از گفته شما قرض میگیرم و به هموطنانم در اینجا یا هر جای دیگه خواهش میکنم که میگم جای دیگه به خاطر اینکه ما ایرانی ها همه جا پخش هستیم. کسی که ممکنه این برنامه در کالیفرنیا ببینه، ممکنه فامیل و دوست آشنا داشته باشه در ریچمونتیل یا جای دیگه در آنتاریو، که به اونا بگی که خواهش میکنم برین و به آقای فرهادی رأی بدین یا هر کسی دیگه. بنابراین خواهش من اینه که این موضوع رو جدی بگیریم. ما میخوایم که دموکراسی رو تمرین بکنیم. ما در اول در خم یک کوچه هستیم و انتظارات زیادی رو
از ما و کسان دیگه که در ایران هستن پس از سرنگونی جمهوری اسلامی که من شکی ندارم اتفاق خواهد افتاد، حالا زمانش مشخص نیست، بنابراین امتحان و بازی کردن با دموکراسی و بازیش ممکنه بازی نباشه، ولی اون حقی است که همه باید داشته باشن و انتظار داشته باشیم، انتظار داشته باشیم از کسی که بهش رأی میدیم، اون چیزی که بهش رأی میدیم و اون پلتفرمی که اون نماینده داره باید اجرا بکنه و به قولهایی که داده بتونه حرف کسانی که رأی میدن در مجلس بیاره. بنابراین رأی دادن بسیار بسیار مهمه. مهم هم نیست، همونطور که شما به درستی اشاره کردین الان حدود 4-5 تا حزب مختلف خوبی در کانادا هست که میشه به هر کدوم اونا رأی داد، ولی در این مورد به خصوص آقای فرهادی تا اونجایی که من میبینم بسیار فرد صالحی هستن برای کسی که میتونه اون وظایف نمایندگی خودش رو در مجلس آنتاریو پیاده بکنه. پرسش من از آقای فرهادی، در مجلس آنتاریو الان چند تا نماینده هست؟ اینو برای بینندگان میخوایم بدونن که ایرانی رو عرض میکنم، نماینده ایرانی هست و از کدوم حزب هستن که شما اطلاع دارید؟ مجلس آنتاریو 124 تا به قولی 30 تا نماینده از تمام منطقه‌های مختلف آنتاریو میتونه داشته باشه. تا قبل از به قولی این دوره که مجلس رو قطع کردن برای انتخاب، برای شروع انتخابات، آقای مایکل پارسا که نماینده کانسرواتیو از حوزه شمالی ریچموند هیل، آرورا اوکریجز ریچموند هیل هستن، ایرانی هستن که تو این 4 سال فکر کنم جامعه ایرانی رو بسیار خوب توی کوینز پارک رپرزنت کردن و امیدوارم که همچنین که جلو میریم ایرانیان توی حوزه سیاست مخصوصا تو آنتاریو صدایی داشته باشیم و بتونیم به نحو بسیار بسیار خوبی صدامون رو برسونیم، مسائلی رو که داریم ما بتونیم حل کنیم. میدونم که خب خوبی این قضیه اینه که ما میتونیم نمونه‌ای باشیم برای ایرانیان جای مختلف که حتی اگر از یک حزب نیستیم نگاهمون فرق داره، ولی میتونیم در کنار هم دیگه بیایم برای بهتر کردن منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم با هم دیگه صحبت کنیم، با هم دیگه کار بکنیم و امیدوارم بعد از دوم جون هم بتونم من صدایی باشم از منطقه ریچموند هیل در کوینز پارک. بله دکتر موریدی، همین پرسش رو میخواستم از شما قسمتش رو پرسش بکنم. راجع به آقای مایکل پارسا صحبت کردن که دوست من هست، دوست شما هست و دوست همه ایرانی ها هست، نظر شما راجع به این صحبت چی هست و چه نظری دارید؟ عرض کنم که در سال 2018 جناب افشین جمع که انتخابات شد و در اون انتخابات حزب لیبرال اونتاریو بعد جوری انتخابات رو باختیم، ما به حزب محافظه‌کار، حزب کنسرواتیو، ما تقریبا از 124 کرسی که در پارلمان اونتاریو هست 7 کرسی فقط حزب لیبرال تونست حفظ بکنه و بقیه رو حزب NDP و حزب کنسرواتیو در واقع گرفتن و حتی حزب لیبرال از موقعیت حزب دوم هم نتونست به دست بیاره، رفت شد حزب سوم، یعنی در واقع حزب اپوزیسیون رسمی شد حزب NDP. و در اون انتخابات دو نماینده، با اینکه در دوره‌های قبلی فقط من تنها نماینده ایرانی لست بودم در پارلمان 3 دوره پشت سر هم و 2018 خب شکست خوردم من از کاندیدای رقیبم در ریچموند هیل، ولی از جهتی خوشحال بودم که دو تا ایرانی گرچه از حزب محافظه‌کار موفق شدن که انتخابات رو ببرن و داخل پارلمان اونتاریو بشن، یکیشون خانم گلدی قمری که ایشون وکیل دادگستری هستن، جوان بسیار نازنین و نیکیان و ایشون از یکی از حوزه های شهر اتوا تونستن انتخاب بشن و به پارلمان اونتاریو راه پیدا کنن، خانم گلدی یا گلدیس قمری، و دومیش هم آقای مایکل پارسا، ایشون از حوزه همین شمالی ریچموند هیل که آقای فرهادی اشاره کردن بسیار موفق شدن و در دوره‌ای که به اصطلاح دورانش داره به پایان میرسه ما دو تا نماینده ایرانی لست در پارلمان اونتاریو داشتیم که هر دو متعلق به
حزب محافظه‌کار بودن. من هر دوی اینها را میشناسم، سالیان سال میشناسم. خانه گودی قمری رو موقعی که دانشجو بود میشناسم، چون پدر مادرشون هم ساکن ریچموند هیل هستن، از دوستان منن و خودشون هم خب مدرسه میرفت اینجا و بعد دانشگاه، خب ماشاءالله بعدم وکیل شدند و اینها. و مایکل پارسر هم همینطور. مایکل پارسر هم من شاید بیش از نزدیک 20 سال میشناسم، جوان بسیار بسیار شایسته و واقعا خدمتگزار، بسیار نیک، خیلی فعال سیاسی در مسائل سیاسی کانادا، بسیار وارد و متبحر. و در ضمن در حزب محافظه‌کار از جایگاه و حرمت بسیار بسیار بالایی در میان به اصطلاح سنگین وزن‌های حزب محافظه‌کار، چه فدرال چه پروینشیال، ایشون برخوردار هستن. بنابراین بله، در دوره که گذشت، در حال گذشتن هست، ما دو نفر ایرانی داشتیم. امیدواریم در دوره بعدی این دو نفر حداقل به 3 نفر تبدیل بشه، آقای فرهادی هم اضافه بشه بهشون، و اگر بشه ایرانیان دیگر اضافه بشن که ما به اصطلاح نمایندگی بیشتر جامعه ما ایرانی ما در پارلمان اونتاریو داشته باشن. بله، خیلی جالبه که البته الان رقابتی نیست بین آقای فرهادی و دیگران، برای که منطقه انتخاباتیشون فرق میکنه، ولی همچنین که شما اشاره کردین، امیدواریم که دیگران هم، ایرانی های کانادایی های ایرانی تبار هم در نوبت های بعدی بیان، و امیدواریم که تمام مناطق رو اشغال بکنن بدون اینکه بخواهم با همدیگه رقابت بکنن. و الان صحبت این دوستان شد، خانم گلدی قمری و آقای مالتو پارسا رو و از همینجا دعوت میکنم که تشریف بیارن و یک برنامه هم شبیه این داشته باشیم و با اینها، با این دوستان صحبت بکنیم. آقای فرهادی، ایرانی ها تا کنون آیا از شما توقعی داشتن یا دارن، و اینکه برنامه شما در مورد اینکه برای ایرانی ها یا برنامه به خصوصی دارین، یا اینکه فکر میکنین که چه کارهایی میتونین برای جامعه ایرانی انجام بدین؟ سوال بسیار مشکلیه، چون شما یک خط حزبی دارین و از اون خط حزبی نمیتونین خارج بشین. این یک واقعیتیست، فرقی هم نمیکنه چه کدوم حزب باشین یا نباشین، ولی با این حال این سوالیست که امکان داره که در فکر هموطنان ما باشه، ولی من این پرسش رو از شما میکنم. درست، البته قبل از اینکه جواب سوالتون بدم عذرخواهی بکنم، من خانم گلدی قمری رو عذر میخوام که نگفتم، فراموش کردم، ولی همجوری گفت دکتر موردی گفتن، خوشحالم که ایرانیان بیشتری داریم در کوینز پارک. و به سوال شما که برسم، درسته مسائل حزبی هست، ولی همونجوری که سوال قبلیتون بود، به نظر من برنامه‌هایی که اعلام شده از طرف آنتاریو لیبرال پارتی برای ایرانیان، مخصوصا با مسائلی که ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، خیلی مساعده. به عنوان مثال، ما جامعه هستیم که برای تحصیلات خیلی ارزش قائل میشیم و میخواییم جوونامون، بچه ها بتونن تا جایی که میتونن بهترین امکانات رو داشته باشن برای تحصیلات بیشتر، و فکر میکنم جز برنامه هایی که ما داریم، سرمایه‌گذاری درست توی پابلیک ایژوکیشن و کمک کردن به بچه هایی که هم میخوان کمک های بهتری داشته باشن توی مدرسه، چه دبستان، دبیرستان، و بعد از دبیرستان برای وارد شدن به دانشگاه. به عنوان مثال، توی این 4 سال گذشته یکی از برنامه هایی که خیلی ضربه بهش خورد اوسپ و کمک های مالی بود برای جوانایی که میخوان وارد دانشگاه بشن، یکی از برنامه هامونی که این ضربه ها رو برعکس کنیم و برگردونیم. 10 بیلیون دلاری که داگ فورد میخواد برای ساختن اتوبان 413 به نظر ما بیرون بریزه، ما میخواییم این 10 بیلیون دلار رو بیاریم تو مدارس و مطمئن باشیم که کلاس ها تا 20 نفر بیشتر 20 نیستن. مدارسمون خیلی هاش نیاز به ترمیم داره، باید مدارس بیشتری رو بسازیم، بتونیم حتما روی اینا این سرمایه گذاری انجام بدیم و بهتر بشه، و جوانمون رو آماده کنیم برای اقتصاد آینده که واقعا اقتصاد مغزها هستش. از اون برای قضیه میدونم جامعه مثل جامعه ما ایرانی ها،
مادر پدرمون، سالمندامون باید بهتر نگهداری بشن و این پاندمی دو سال واقعا به نظر من خیلی خوب نشون داد که حالتی و سیستمی که الان به وجود اومده برای نگهداری از سالمندامون واقعا درست نیست. و ما یکی از چیزایی که اعلام کردیم اینه که سودسازی از خانه سالمندان رو قطع میکنیم و اولویت رو میدیم که سالمندامون بتونن توی خونه خودشون نگهداری بشن. و به نظر من برای جامعه ما، برای جامعه ایرانی بسیار چیز مثبتیه، چون واقعا برای ماها خیلی راحت نیستش که بگیم پدر مادرامون به سن بالا که میرسن برن خونه سالمندان، ولی اون کمک رو، اون نیاز رو داریم و مناطق مختلف تو ریچمونتیل اینو خیلی خوب میبینم. موقعی که میرم در خونه رو میزنم باشون صحبت میکنم، خب خیلی از سالمندامون خیلی خوشحال میشن که هم یه هم زبون اومده باشون صحبت میکنه، هم اینی که به هم خیلی میگن ما اومدیم توی منطقه، اومدیم توی این ساختمون به خاطر اینکه چند تا هم زبون داریم، دوست آشنا داریم، ولی خب کمک های دیگه هم نیاز داریم. و این برنامه‌ای که ما داریم برای اینکه اولویت رو بدیم که افراد سالمندان بتونن توی منزل خودشون نگهداری بشن، به نظرم واقعا برای جامعه‌ای مثل جامعه ما ایرانی‌ها خیلی مفیده و میتونه کمک بکنه که جامعه‌مون بهتر باشه و با کمک‌های بهتری جلو بریم. بله، خیلی ممنون از برنامه‌ای که حزب شما می‌خواد پیاده بکنه. وقتمون داره تقریبا به پایان میرسه، فقط دو تا سوال من مونده. یکی این که مردم با شما چگونه تماس بگیرن و از نظر اینکه چه کمک هایی میتونن بکنن، اگر آدرسی یا شماره تلفنی میشه که یا ایمیلی بدین که بتونیم در پایین صفحه احیانا اگه بشه بتونیم بذاریم. و سوال آخر من که از آقای دکتر مریدی هم همین سوال خواهد بود، پیام شما به مردم ریچموند هیل یا بقیه جاها چی هست؟ بفرمایید. باز دوباره تشکر میکنم ازتون، از بینندگانتون. سوال اولتون، یکی از راحت ترین جایی که تمام اطلاعات رو میتونین بگیرین از farhadi.ca farhadi.ca. ایمیل من هم هست info@farhadi.ca و خیلی خوشحال میشم که با من تماس بگیرن دوستان. در حال حاضر آفیسمون، کمپین آفیسمون جنوب شرقی یانگ و 16 9251 یانگ استریت. از دوستانی که تو ریچموند هیل و دوربر تورنتو زندگی میکنن، اگر علاقه دارن بیان به ما بپیوندن، کمک بکنن، بی نهایت ممنون میشم. قسمت اول و کمک مهم اینه که به دوستان بگین، مخصوصا تو این مدت به رأیشون خیلی نیاز هست، انتخابات نزدیکه و میدونم با رأی شما دوستان میتونیم صدایی داشته باشیم از طرف ریچموند هیل در کوینز پارک. و به قولی صحبت دومم همینی که امیدوارم که ایرانیان حالا به هر حزبی که دوست دارن رأی بدن بیان و رأی بدن، به خاطر اینکه صدایی داشته باشیم و توی منطقه آنتاریو، توی کشور کانادا و کل جای دنیا، موقعی که ایرانیا در کنار هم کمک میکنن منطقه رو بهتر بکنن، کشور رو بهتر بکنن، واقعا میتونیم صدای بسیار بسیار شایسته‌ای باشیم. و از این که تو این چندین سال ایرانیا توی کانادا آنتاریو میبینم اینقدر به قدم‌های خوبی دست برمی‌دارن، کمک هم دیگه هستن، امیدوارم همین کار رو بیشتر و بیشتر ادامه بدیم و امیدوارم بتونم روی رأی دوستان توی منطقه ریچموند هیل برای دوم جون حساب کنم. سپاسگزارم. خیلی ممنون دکتر مریدی گرامی. این یک حدود 30-40 ثانیه مونده، پیام شما به مردم یا ریچموند هیل چی هست؟ من هم به طور خلاصه جناب افشینجم از هموطنان نازنینم درخواست میکنم در حوزه ریچموند هیل حتما تشریف ببرن، رأی بدن تا روز دوم ماه جون هم فرصت هست. روز دوم ماه جون یعنی پنجشنبه هفته آینده، روز آخرین روز انتخابات، برن حتما در انتخابات شرکت بکنن، رأی بدن و اگر امکان داره رأیشون رو به آقای روزبه فرهادی کاندیدای حزب لیبرال در ریچموند هیل بدن. و در سایر حوزه ها همینطور حتما برن رأی بدن، از حق خودشون استفاده بکنن و به وظیفه شهروندی خودشون حتما عمل بکنن. این پیامی است و درخواستی است، خواهشی است که من از همه هموطنان نازنینم دارم.
بسیار سپاسگزارم جناب فرهادی. دکتر مریدی خیلی ممنونم که از وقتی که میدونم سرتون خیلی شلوغ، الان تمام درها رو میخوام بزنین، از اون وقت گذاشتین و اومدین اینجا و خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. آقای فرهادی، دکتر مریدی، از اینکه شما تشریف آوردین و منو همراهی کردین، کمک کردین برای آشنایی بیشتر آقای فرهادی، سپاسگزارم. روز و شب خوشی داشته باشید. بدرود. زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.